بخشی از فلسطینی ها قبول کردن که برن با اسرائیل بسازن اسرائیل به رسمیت چناختن به شما چی مربوطه؟ ما تونستیم هم سرداور رو جهر کنیم و سرداور کنار رفت دادگاه به نفع ما رأی داد و ده هزار میلیارد تومن که اموال این شرکت بود به دولت برگشت در بود جهانی ما یک کشور با ثباتی بودیم رهبران ما از اول تا الان یه حرف رو زدن همین برای حقانیت یک نظام و حقانیت یک جریان برای اثباتش کافیه شما تو دنیا این رژیم سهیونیستی و فلسطینو رو چطور تحلیل کردن تا الان رفتارهای نوستانی اونهایی که تازه مسلمان بودن رفتارهای نوستانی رفتارهای ملاحظه کارانه حضرت امام رحمت الله علی از قبل از پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب یه جمله ثابتی داشتن راجع به رژیم صهیونیستی اون که این رژیم جعلیه اینا اشغالگرن و اون سرزمین متعلق به فلسطینیاس و به هیچ وجه حاضر نشدن علا رغم همه فشارها در خارج و انسانهای قافل یا مزدور در داخل کشور تو این سالهای طولانی فشار می آوردن به جمهوری اسلامی ایران که شما مثل بقیه چطور خود یاسر عرفات و نمیدونم جریان سازش در فلسطین رفتن پذیرفتن اسرائیل رو به رسمیت شناختن شما چرا کاسه آش از آش هستید یادتونه دیگه اصلا یکی از حال شاد یادتونم نباشه اصلا یکی از رهبران سیاسی جریان های داخلی به خاطر این موضوع و موضوعات شبیه این حتی به محاکمه کشیده شد به خاطر بخشی از مطالبی که علیه امام و نظام و اتهاماتی که علیه نظام مطرح کرد حرفشونی بود بودا به شما چه مربوطه خود بخشی از فلسطینی قبول کردن که برن با اسرائیل بسازن اسرائیل به رسمیت چناختن به شما چه مربوطه؟ این در داخل هم چه این نظراتی بود همه حرف آمریکایی‌ها، یا بود یعنی حالا امام و رهبر معظم انقلاب در این سال یه حرف ثابتی زدن که در هیچ کشوری هیچ رهبری در دنیا چنین نظیری وجود نداره آقا این رژیم اشغالگره این جعلیه خوشبختانه در این دولت موضوع پرونده کرسنت با پیگیریهای جدی که انجام شد به نقطه بسیار مثبتی رسید ما تونستیم هم سرداور رو جهر کنیم و سرداور کنار رفت چون سرداور خیانت کرده بود در پرونده هم اون وکیلی که داشتیم خب برای این پرونده مناسب نبود و باید وکیل کنار میرفت و وکیل کنار گذاشتیم داور طرف خودمون که از قبل از دولت انتخاب شده بود این داور برای این پرونده مناسب نبود آدم ضعیفی بود و یه سری اتهاماتی هم بهش وارد بود که اون داور طرف خودمون هم گفتیم کنار بره یه داور ایرانی معرفی کردیم خیلی با این مخالفت کردن و طرف مقابل یعنی شرکتی کرسن اومد تقاضای جرح داور ایرانی رو کرد که خوشبختانه در مرجع رسیدی کننده تقاضای جرح اونا رد شد و این داور تثبیت شد ما داور طرف کرسنت رو اومدیم تقاضا کردیم تقاضا جرحش رو کردیم به خاطر حرفای نامربوطی که رفته بود در رسانه های خارجی مطرح کرده بود علیه مسلمون ها صحبت کرده بود علیه هجاب صحبت کرده بود علیه مقدسات مذهبی مسلمون ها صحبت کرده بود به خاطر این در واقع مواضعش ما تقاضای جرح اینو کردیم خیلی ها می متخصصین حتی برخی از حقوقدان هم در داخل میگفتن امکان جرح این وجود نداره چون موضع گرفته اما برای اولین بار این اتفاق افتاد و یک داوری که بود بیطرف باشه وقتی در موضوعات مذهبی هم اومد موضع منفی علیه مسلمون ها گرفت این باعث شد که در آی سی سی این جرح بشه و جرح این جواب داد پرونده 32 میلیارد دلاری کرسن که با آغاز این دولت خطری برای کشور داشت و اگر این اقدامات نمیشد ممکن بود که در سال 1401 رأی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر بشه خوشبختانه این پرونده فرو پاشید مزمحل شد و الان تنها کسی که در این پرونده هست داور ماست داور ایرانی برای اولین بار یه داور ایرانی مطمئن اومدیم گذاشتیم بر این پرونده و داور طرف مقابل هنوز وجود نداره و باید داورشون رو معرفی کنن فعلا ما از این فضای سختی که متاسفانه درش بودیم عبور کردیم و این پرونده فعلا فرو پاشیده و مزمحل شده خب حالا ببینیم در آینده چه اقداماتی میشه انجام داد همزمان با مسائل حقوقی که ما داریم پیگیری میکنیم خب بالاخره مسائل غیر حقوقی هم هست که اون هم, هم با هماهنگی داره انجام میشه در گذشته خب سازمان خصوصی سازی آمده بود یه شرکت پالش و پخش خون رو آمده بود واگذار کرده بود تعهدات اون شرکت داشت خریداری تعهداتی داشت به تعهداتش عمل نکرده بود هیئت داوری اومد و با پیگیری که صورت گرفت هیئت داوری اون قرارداد رو لغو کرد و موضوع به دادگاه کشیده شد با پیگیری معاونت وقی ریاست جمهوری دادگاه به نفع ما رأی داد و ده هزار میلیارد تومن که اموال این شرکت بود به دولت برگشت امیدوارم ان تمام مواردی که خصوصی سازی شده به تعهداتشون عمل کنن و بالاخره خصوصی هدف تقویت تولید بوده هدف رونق اشتغال بوده ای کسی به فرموده رهبر معظم انقلاب یه, مر... یه, جایی رو گرفته یه شرکتی رو گرفته بیاد اینو بخواد کارخونه رو جمع کنه یا به تعهداتش عمل نکنه که این دیگه هدف اولیه خصوصی سازی و مشارکت مردم نبوده ما با خصوصی سازی به معنی مشارکت مردم در تولید و اشتغال موافقیم اما با خصوصی خوری که یک تعداد بیان و اموال ملت رو مال دولت رو بگیرن و بعد بیان سو استفاده کنن از این و استفاده های دیگه غیر از در واقع پیشرفت کشور و غیر از تولید و غیر از در واقع اشتغال ازش بخوان داشته باشن حتما با این مخالفت میکنیم و معاملت حقوقی رسد میکنه هر جا خصوصی سازی در راستای منافع کشور باشه ما از اون حمایت میکنیم هر جا به ضرر کشور باشه هر جا خصوصی با تخلفاتی همراه شده باشه هر جا خصوصی منجر شده که طرف که اومده خریدت به تعهدش عمل نکنه ما پیگیری میکنیم که اون قرارداد لغو بشه